بسم الله الرحمن الرحیم. داستان آفرینش جهان، قسمت اول. روزی بود، روزی نبود. غیر از خدا چیزی نبود. خداوند بود و با او چیزی نبود. و خداوند اراده فرمود تا جهانی بیافریند. این مستند اقتباسی است از کتاب تبیین جهان و انسان، نوشته دانشمند و متفکر بزرگ استاد مرتضی رضوی. سایت نشر آثار استاد مرتضی رضوی www.binishno.com. تا شما یک خط از این کتاب را مطالعه می کنید، میلیون ها کیلومتر بر حجم جهان افزوده می شود. و آسمان را به قدرت خود برافراشتیم و ما آن را می گسترانیم. حدود 123 میلیارد سال پیش خداوند اراده فرمود تا جهانی بیافریند. اگر با همین محاسبه به عقب و اول زمان برگردید، به جایی می رسید که جهان چیز بسیار کوچکی بوده است. قبل از اولین بیگ بنگ، جهان به اندازه یک نخود شاید کمی بزرگتر بود. قبل از 123 میلیارد و 200 میلیون سال پیش، درست قبل از ایجاد این گوی کوچک اولیه، روزی بود، روزی نبود. غیر از خدا چیزی نبود. نه زمینی بود، نه زمانی، نه جمادی و نه جانداری. نه جهان ریز اتم‌ها و میکروب‌ها و ویروس‌ها وجود داشت و نه جهان درشت کرات. نه منظومه‌ای، نه کهکشانی، نه فضایی. روزی بود، روزی نبود، سخن به ظاهر متناقض اما درستی است. زمانی بود، زمانی هم نبود، روزی هم نبود، فقط خدا بود. خداوند قبل از آفریدن جهان به چه چیزی می پرداخت و مشغول چه کاری بود؟ این پرسش نادرست و جز تصور ذهنی چیزی نیست. مفاهیم قبل، بعد، مشغول شدن و کار همه از مقولات این جهان هستند. روزی که روزی نبود، قبل و بعد هم وجود نداشت. قبل و بعد خود پدیده و مخلوق پروردگار هستند و قبل و بعد راهی بر خدا ندارند. امام صادق علیه السلام می فرمایند خداوند نه به زمان و مکان موصوف می شود و نه به حرکت و انتقال
و نه به سکون، بل او خالق زمان، مکان، حرکت و سکون و انتقال است. امام رضا علیه السلام می فرمایند: پس شکافت میان قبل و بعد را تا دانسته شود که نه قبلی بر او هست و نه بعدی. امام علی علیه السلام می فرمایند: سکون و حرکت بر او جاری نمی شود و چگونه جاری می شود بر او چیزی که خود او آن را به جریان انداخته است و چگونه برمی گردد به او چیزی که خودش آن را ابداع کرده است و چگونه پدید می شود در او چیزی که خودش آن را پدید آورده است. اکنون روزی بود غیر از خدا یک چیزی بود. چیزی کوچک و ریز به اندازه یک نخود، شاید کمی بزرگتر. و خداوند جهان را ناگهان به این بزرگی نیافرید. اما شیوه آفرینش این بود تا گوی کوچک مبدأ آفرینش باشد. این شیوه با وقار و حکیمانه بود. و خداوند این پدیده اول را از چه چیزی خلق کرد؟ این گوی کوچک اولیه نه از چیزی خلق گردید و نه از عدم موجود شد. مکاتب فلسفی پیدایش جهان را به یک وجود سابق مرتبط می نمایند. و یا از توهمات انتزاعی صادر اول یا تجلی سخن میگویند. و یا استیون هاوکینگ، پژوهشگر فیزیک، معتقد است که جهان از هیچ به وجود آمده است. برخلاف گفته‌های مکاتب فلسفی و عرفانی، ماده کوچک اولیه اصلاً خلق نگردید تا بگوییم از چه چیزی خلق شد. آن پدیده اولیه با امر موجود شد، نه با خلق. و قبل از گوی کوچک اولیه هیچ چیز نبود تا بتوان آن را ماده، انرژی و زمان و یا چیز دیگری نامید. پدید آورنده آسمان ها و زمین چون به کاری اراده فرماید، فقط میگوید باش، بیدرنگ موجود می شود. کن فیکون، خداوند میگوید باش و بیدرنگ موجود می شود. و این برای بشر امری است ناشناخته. خلق و پدید آمدن چیزی از چیزی بعد از ایجاد ماده کوچک اولیه است.
و خداوند ماده کوچک اولیه جهان را ایجاد و انشا نمود. امام علی علیه السلام می‌فرمایند و خداوند پدیده اول را انشا کرد یک انشا کردنی و ابداع کرد یک ابداع کردنی بدون فکر و اندیشه‌ای که بگرداند آن را و بدون تجربه‌ای که از آن استفاده کند و بدون حرکت که در وجود خودش حادث کند و بدون اهتمام نفس که مضطرب باشد در آن. حضرت فاطمه سلام الله علیها می فرمایند و خداوند ابداع کرد پدیده اول را نه از چیزی که قبلن بوده باشد. خلق و پیدایش چیزی از چیز دیگر پس از مرحله ایجاد ماده کوچک اولیه است. خلق یعنی پدید آوردن چیزی از چیز دیگر. و ایجاد یعنی پدید آوردن چیزی بیان که از چیز سابقی نشأت یافته باشد. و خداوند گوی کوچک سبز درخشان را ایجاد فرمود. پس بیدرنگ گوی کوچک سبز اولیه مبدأ آفرینش شد. اکنون ماده کوچک اولیه به تدریج بزرگ می شد. و همگام با بزرگ شدن تحولات و تغییراتی در درونش رخ می نمود. پایان قسمت اول.